بسم الله الرحمن الرحیم. دومین هفته کلاس آرایه های ادبی هستیم. خب بچه ها، همونطوری که میدونید جلسه قبلی یه چند تا تست زدیم و مبحث حسن حسامیزی و پارادوکس رو بهتون درس دادم. خب بعد از پارادوکس، مبحثی که لازمه یاد بگیرید و یه اشتراکاتی با پارادوکس داره، مبحث تضاده. تضاد چه آرایه‌ایه؟ آوردن دو واژه متضاد در یک بیت یا عبارت را تضاد میگویند. ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا؟ شمع آفتاب کجا؟ اینجا واژه دوست و دشمن تضاد خیلی آشکاری دارند. هرچند شاعر یک جوری چراغ و شمع رو هم در معنای متضاد هم آورده، یکی به معنای پرنوری و یکی به معنای کم نوری، ولی اون چیزی که حالا در سطح شما مشخصه، دوست و دشمن واژه‌های متضادن. نه شاخش خوش گردد روز سرما، نه برگش زرد گردد روز گرما. سرما و گرما اینجا دو تا واژه متضاد هستن. خانه دل ما را از کرم امارت کن، پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی. بچه ها اینجا دقت داشته باشید، امارت و ویرانی به متضاد هم دیگر. گاه واژه های متضاد یک مقدار با دوست و دشمن و سرما و گرما فرق دارند، یعنی شما باید با یه دقتی اون متضاد ها رو پیدا کنید. به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. بنشینن و برخیزند، اینها متضادن، نشستن و خواستن، بلند شدن. بعضی وقتا فعل متضاد یک فعل و حالت منفیشه، رفت نرفت، به این هم دقت داشته باشید. این که گاهی میزدم بر آب آتش خیش را، روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع. اینم واژگان آب و آتش با هم تضاد دارن. چند تا نکته داره. کلا آرایه تضاد آرایه دیریابی نیست، سخت نیست. آرایه تضاد ممکن است در یک فعل و حالت منفی همون فعل، هست نیست، رفت نرفت، مثل این باشه. از وجودم قدری نام و نشان هست که هست، ورنه از ضعف در آنجا اثری نیست که نیست. توجه، مهمترین نکته در تضاد این است که نباید تضاد را با پارادوکس اشتباه بگیریم. این مهمترین نکته است. یعنی ممکنه تو بیت پارادوکس بده و تو فکر کنی که تضاده، یا تضاد بده تو فکر کنی پارادوکسه. هرچند به غلطی میگن هر پارادوکسی تضاد داره، هر پارادوکسی تضاد نداره، وارد بحثش نمیشیم. میگه خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. رندان پارسا ترکیب پارادوکسی ماست. دو واژه رند و پارسا متضاد یکدیگرند، اما در بیت فوق از دو گروه رند و پارسا سخن به میان نیامده، بلکه به یک گروه رندان پارسا اشاره شده، و از آنجا که جمع این دو با هم ممکن نیست، سخن به نوعی تناقض و پارادوکس دارد. دولت فقر خدایا به من ارزانی دار. ببین، دولت فقر، دولت به معنی سعادت و خوشبختیه، فقر هم که خب بدبختیه. میگه سعادت بدبختی رو به من بده. خب این پارادوکس داره، چون دوتا کلمه متضاد المفهوم ما به هم اضافی شدن. دولت فقر، من نمیگم فلانی فقر داره و فلانی دولت داره، اگر اینجوری میگفتم میشد تضاد، چون در مورد دو تا گروه متفاوت، یکی رو میگیم صاحب دولت، یکی صاحب فقر، ولی میگه دولت فقر رو به من بده، این میشه پارادوکس. توجه، تضاد بین دو واژه ممکنه یه مقدار آشکار نباشه. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار.
اینجا الان کلمه صورت و سیرت یعنی ظاهر و باطن تضاد دارن، ولی اگر من رنگی نمی کردم این رو شاید یه مقدار طول می کشید یا شاید بعضی اصلا متوجه این تضاد نمی شدن. در مراد نظیری که دو واژه متضاد هم باشن آن را تضاد می گیریم، نه مراد نظیر. سفید و سیاه در اصل رنگن، باید مراد نظیر باشن، ولی چون اینها به متضاد یکدیگر بودن مشهور شدن دیگه این رو ما آرایه تضاد می گیریم. یه دوتا تست داره، چیز سختی نیست. اول تست 51 رو جواب بدید. خب جواب گزینه 4 مشخصه. اینجا هنر خار شد، جادویی ارجمند. هنر و جادو رو در تضاد یکدیگه آورده، خار و ارجمند رو معنی حقیر و عزیز رو در معنای متضاد یکدیگر آورده، نهان و آشکار با هم، راستی و گزند رو هم با هم متضاد قرار داده. ببینید بچه، نکته ای که هست اینه، ممکنه شاعر دوتا کلمه رو، من الان مثلا راستی و گزند تو حالت عادی شاید تضاد نگیریم، ولی اینجا مشخصه این در حالت متضاد یکدیگه آورده این دوتا رو، باید به اینها دقت کنید. خب تست بعدی ببینید در کدام گزینه آرایه تضاد بیشتریه. خب جواب بدید، جواب بدید من نگم.
ببینید سوال 52 جوابش گزینه 3. خب باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. اینجا واژگان گل و خار تضادن. پشمینه پوش تند خو از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. اینجا مست و هوشیار در تضاد یک دیگر. ناموس عشق و رونق عشاق میبرند، من جوان و سرزنش پیر میکنند. این دوتا هم با هم تضاد دارند. میگه در این حضرت چو مشتاقان نیازارند، نازارند بدین درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند. میخوانند به خود خواندن و میرانند از خود دور کردن. این تضاد. ببین سوال گزینه 3 دو تا کلمه دیگه در تضاد یکدیگر. خب میخوام بگم که فرض میکنم که مثلا تو نمیدونی ناز نیاز یعنی به سمت کسی رفتن و ناز یعنی مثلا از کسی فرار کردن به فرض. خب این دوتا ناز و نیاز اینها هم با هم در تضادن. میخوام بگم ببین اگر یک موقعی اومدی توی این حالت نتونستی، الان تو این ناز و نیاز رو نمیدونی، ولی نگاه گزینه های 1, 2, 4 هیچ کلمه متضاد دیگه ای وجود نداره. بعضی وقتا با رد گزینه میتونی تو به جواب برسی. با رد گزینه، رد گزینه رو تو ادبیات فراموش نکن، تو تستای ادبیات رد گزینه رو اصلا فراموش نکن. خیلی جایگاه ویژه‌ای داره رد گزینه. حالا اینم ناز و نیاز دو کلمه متضاد بعدی بودن. بریم میخوایم آرایه حسن تعلیل رو من بهتون بگم. بچه حسن تعلیل از آرایه های خیلی خیلی کاربردیه. استاد میشه امروز تشبیه یاد بدین؟ خیر امروز نمیشه تشبیه یاد بدم، اینا یه سلسله مراتبی داره، من بر مبنای اونها درس میدم. آخه من جمعه آزمون دارم بلد نیستم. ببین جزوه رو بخون 20 دقیقه است. خب من نمیتونم کلاس رو بر مبنای یک نفر ببرم جلو، ناراحت نشی، باید یه حالتی باشه که من یه طرح درسی براش ریختم بر مبنای اون برم جلو. از جزوه بخون متوجه میشی. خواستی من برات یه ویدیو بفرستم اون رو ببین، ویدیو تدریس تشبیه هم رو، ولی این کلاس رو نه. این ترتیب اول اون 5 تا رو یه واجبمون رو باید بگم. حسن تعلیل، حسن یعنی زیبایی، تعلیل یعنی علت، میشه زیبایی علت. حسن تعلیل به معنای زیبایی علت و آوردن دلیلی غیر واقعی و ادبی است و آن هنگامی است که شاعر یا نویسنده برای یک موضوع دلیلی غیر منطقی و خیال انگیز بیاورد. به این داستان تخیلی توجه کنید. سعدی در محفلی از زیبارویان تعریف می‌کرده و حسن آنها را می‌گفته و بنا به دلایلی از معشوقش تعریف نکرده. بعد از آن معشوق سعدی از سعدی گله و شکایت کرده که چرا وقتی از خوبرویان تعریف می‌کرده از او چیزی نگفته. سعدی هم متوجه شده گاف بزرگی داده، اشتباه بزرگی کرده، لذا با بیت زیر قضیه رو ماستمالی و توجیه کرده. نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم، همه بر سر زبانند و تو در میان جانی. میگه که اگر میبینی من از دیگرون حرف زدم از تو حرف نزدم، این نشانه عدم دوستی نیست،
تو دو دلمی، اونها سر زبون من، به خاطر این خیلی راحت به زبون می اومدن. در واقع یه جوری قضیه رو پیچونده. این میشه حسن تعلیل، یعنی علتی که آورده واقعی نیست ولی قشنگه. میگه رسم بعد عهدی ایام، چو دید ابر بهار، گریهش بر سمن و سنبل و نسرین آمد. چرا بارون میاد؟ چون که یه اتفاقهای جوی خاصی رخ میده و بارون میاد. میگه نه، این که بعد عهدی ایام رو ابر بهار دید و اشکش ریخت، علتش این بود. خب این میشه حسن تعلیل. خب بچه ها، یه نکته خیلی مهم، با توجه به اینکه حسن تعلیل معمولا با آوردن علت همراهه، باید علت باشه دیگه، خب بهتر از حروف تعلیل و سبب و علت رو بشناسیم. تو زبان فارسی یه سری از حروف معانی با خودشون دارن، مثلا یه ز ممکنه معنی یه ز، مثلا ز چه این کار را کردی، یعنی برای چه، به چه علتی، این زه علت، علت رو میرسونه. معمولا ابیاتی که این حروف را داشته باشن حسن تعلیل نیز دارن، که از، زه، از آن، زان، تا، چون. اینجا دقت داشته باشید توی اون از آن و زان و اینها دوباره همون زه است، همون از است، ولی گاه با آن هم میاد. اگر به معنای به این دلیل که، زیرا که، چون که، به خاطر این که باشند، معمولا حسن تعلیل می سازند. واژگان علت و سبب و دلیل و زیرا و زیرا هم اگر بیاد، خب اون هم همینطوره، و اگر در بیتی بیایند به علت زیاد، به احتمال زیاد حسن تعلیل خواهند ساخت. پسته دهان بسته زان بود، که ندارد خوبی و شیرینی دهان که تو داری. بچه ها پسته ها برای چی دهنشون بسته است بعضی ها؟ خب این ها شاید به مرحله رسیدن نرسیدن. میگه نه، چون که این مثل تو شیرین دهان نیست، دهنش بسته است. این حسن تعلیله. انسان دانا بچه کمتر حرف میزنه و بیشتر گوش میده، مثل شماها که بیشتر دارید گوش میدید. خب میگه از آن مرد دانا دهان دوخته است، که بیند که شمع از زبان سوخته است. انسان دانا به این دلیل کمتر حرف میزنه که میبینه شمع به خاطر باز شدن زبونشه داره پدرش در میاد. خب واقعیت امر این نیستش. این حسن تعلیله. بچه عمر زود میگذره. چرا زود میگذره؟ چون که زود میگذره دیگه، به هر دلیل. چرا؟ زیرا برای این که. ولی شاعر میگه در هر طرف ز خیل حوادث کمینگهی است، زان رو انان گسست دوانت سوار عمر. میگه حادثه ها هر طرف در کمین انسان هستند، به خاطر اینه که این عمر داره سری میره. پس این هم حسن تعلیله. همونطور که میبینید بچه ها، زان، ازان، که، دوباره اینجا زان، ما اینها رو داریم، حالا بازم هست. خمید پشت از آن گشتند پیران جهان دیده، که اندر خاک می جویند ایام جوانی را. آقا این پیرا به آن سبب خمید قامت گشتند که در خواب در جستجوی جوانی هستند. با از آن اومده. عجب نیست بر خاک اگر گل شکوف، که چندین گل اندام در خاک خوف. میگه این که از خاک، میگه این که از خاک گل داره در میاد چیز عجیبی نیست، به خاطر اینکه انسان‌های گلندام رو در خاک دفن کردن. به خاطر این گل‌های رنگ در میاد.
تا چشم بشر نبیندت روی بنهفته به ابر چهره دلبند. برای چی دماوند توی ابرهاست؟ بخاطر اینکه بلنده، اونجا شرایط جوی خاصی رخ میده و این بالاش را ابر میگیره. ولی میگه نه، به خاطر اینکه چشم بشر رویت را نبیند چهرت را در ابرها فرو برده ای. این میشه حسن تعلیم. اینجا به این حروف تاب و که و ازان و زان و اینها باید دقت کنی. خب بچه سوالی دارید تا اینجا یا نه؟ اینقدر جزوه کامله، حالا در ادامه هم میبینید نکات دیگه. واقعا جای عالی هن. میدونم این نکته ها خیلی عالی هن. خانم بهنوش خوبین؟ شما اون بالا سلام دادین، من چون دو سه بار سلام علیک کرده بودم نگفتم دیگه سلام. انشالله که سلامت باشی. خب توجه، گاه حسن تعلیل پاسخ خیالانگیز به یک سوال است. گاه این سوال خیلی واضحه، گاه این سوال خیلی واضح نیست، ولی پاسخ به اونه. میگه خاک بغداد به مرگ خلفا میگرید، ورنه این شط روان چیست که در بغداد است؟ این دجله و فرات که در بغداد جاریه و رودهای خیلی خروشان و حالا پری هم بودن، داره شاعر میگه که اینها اشکیه که خاک بغداد به مرگ خلیفه های عباسی که در بغداد همشون مردن به جز یه دونشون، 26 تا خلیفه، فقط یه دونشون تو بغداد نمرده، با 25 تاشون تو بغداد مردن. خیلی جالبه. میگه این خاک بغداد داره به اینها گریه میکنه، این رود در واقع اشک خاک بغداده، در حالی که اینطوری نیستش. اینجا ببینیم که یک سوال داره، در واقع میتونیم اینجوری معنی کنیم، چرا این رودها در بغداد جاری هستن؟ چون بغداد در مصیبت خلفای عباسی گریسته است. میشه حسن تعلیم. گفتم این سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا میکرد. میگه من گفتم که چرا زلف معشوق اینجوری پیچ پیچیه مثل سلسله و زنجیره. گفت حافظ گله میکرد، اینها زلفشون رو مثل زنجیر کردن، حافظ رو به بند بکشن که دیگه این گله نکنه. یعنی ببین جواب غیر واقعیه. هیچ دانی ز چه دامان فلک پرگوهر است؟ چرا آسمون دم صبح پر ستاره است؟ خواست هر صبح به پای تو نثاری بکند. ارواح عمش میگه خواست زیر پای تو نثار کنه. خب این واقعی نیست. دانی چرا در سیر خود بر خیش میلرزد قلم؟ ترسد که ظلمی را زند در حق مظلومی رقم. این قلم قاضی میدونی برای چی میلرزه؟ به خاطر اینکه میترسه یک حقی رو ضایع کنه، یک ظلمی روا بداره در حق کسی، به خاطر این ترس داره قلم قاضی میلرزه. خب اینها واقعی نیستش. میگه حسن تعلیل گاه در دو بیت مقفول معنی شکل میگیرد. پس بچه ها برای حسن تعلیل دادن حواست باشه، اون بیت هایی که سوالیه رو خوب بخونی، ممکنه حسن تعلیل داشته باشن. بعد یه وقت هست دو بیت بهت داده بر مبنای اون میاد از تو سوال میپرسه. خب ممکنه تک تک ابیات رو بررسی کنی مقفول معانی نبینی، ولی دو بیت رو با هم بخونی، میگم حسن تحلیل نبینی ولی مقفول معانی باشن. یعنی یه موضوعی رو بیت اول مطرح کرده باشه، دلیل غیر واقعی توی بیت دوم آورده باشه، اون وقت حسن تحلیل داشته باشه. من موی خیش را نه از آن می کنم سیاه، تا باز نو جوان شوم و نو کنم گناه.
چون جامه ها به وقت مصیبت سیاه کنند، من موی از مصیبت پیری کنم سیاه. کی میره موهاش رو سیاه میکنه؟ کسی که دنبال شیطنتی چیزیه، یعنی در واقع میخواد که جوانتر جلوه کنه و با کیس های جوانتری ارتباط برقرار کنه، ولی میگه نه اصلا اینطور نیست. چون هر وقت مصیبتی پیش میاد مردم لباس سیاه میپوشن، من پیر شدم و این یک مصیبته و من لباس سیاه دارم به اون میپوشونم. این حسن تعلیله. هنگام سپیده دم خروس سحری، دانیز چه رو همی کند نوهگری. یعنی که نمودند در آینه صبح، از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. چرا این خروس بنگ بنگ به قولی اول صبح مغز ما رو میخوره؟ گلوش حالا اتفاقایی میفته، این میخواد راحت بشه، ولی میگه نه، این میخواد بگه که غافل، یه روز گذشت و تو هنوز تو غفلت و بیخبری هستی، میخواد تو رو آگاه کنه. اینم حسن تعلیله. چند بیت دیگر میگه: تا چشم تو ریخت خون عشاق، زلف تو گرفت رنگ ماتم. آقا چرا زلف معشوق سیاهه؟ قدیم سیاه مد بود، امروز مش میکنن، بلوند میکنن رنگ های روشن. قدیم هرچی سیاه تر بود زلف زیباتر بود. میگه چرا موهای تو سیاهه؟ میدونی چرا؟ چون که چشم تو به سبب زیبایی خون عشاق رو ریخت، این زلف تو لباس ماتم پوشید در این خونهایی که ریخته شد. تا چشم تو ریخت خون عشاق، به خاطر اینکه چشم تو خون عشاق رو ریخت، زلف تو گرفت رنگ ماتم. گر شاهدان ندونی و دین میبرند و عقل، پس زاهدان برای چه خلوت گزیدند؟ آقا چرا انسانهای پرهیزگار به خلوتی میرن و خلوت میگزینن؟ چون که میرن راحت تر عبادت کنن دیگه، سر صدا نباشه، تمرکز بیشتری داشته باشن. میگه نه، به خاطر اینکه این دختران زیبارو دل و دین و عقل اینها رو میربایند. گر شاهدان ندونی و دین میبرند و عقل، پس زاهدان برای چه خلوت گزیدن؟ میگه پس لابد اینه که اینها عقل و دل و دین اینها رو میبرن که اونها رفتن به خلوت. حالا شاید واقعی هم باشه، ولی خب بیشتر شبیه حسن تحلیله، چون واقعیتش این نیست، هزار تا دلیل دیگه میتونه باشه. بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد. چرا بید مجنون سرشو بالا نمیاره؟ حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی. میگه به خاطر اینکه بید مجنون، دیدید بچه ها تالا الهی، اینا هیچ کمشون بید مجنون ندیدن. چرا شماها بید مجنون ندیدید؟ این برای من خیلی جالبه. خب همیشه اینو درس میدادم و میرفتم. خب الان اینو ندیدی، اصلا خب اینو درک نمی کنی. بعد من اینجوری درس میدادم میرفتم، تا اینکه یک بار از دانش آموزا پرسیدم که بید مجنون دیدید؟ و اینا هم گفتن نه. خیلی برای من عجیب بود. مثل شما الان بید مجنون بهتون نشون میدم. بزنیم ایمیج. از این قسمت گوگل زیاد استفاده کنید. دیدید؟ نمیدونید که این بیده مجنونه؟ بچه اینا بیده مجنونن. دیدید یا ندیدید؟
شما هر کدومتون زیر بید مجنون کلی خاطره دارید، کلی عکس انداختید، بلا میگید نه واسه من. خب اینو میگم بید مجنون. بید مجنون شاخه هاش یه جوریه که اینجوری رو به پایینه. خب از این، این الان چیز فاطمه حسینیه. خیلی خوب بود زیر درخت مجنون. نه این چیز زهرا ستوده است. خب بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد، حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی. میگه این که بید مجنون شاخهاش ریخته و رو به بالا نیست، این سرش پایینه، اینه که این چون بی حاصله احساس شرمندگی میکنه. خب این میشه حسن تعلیل. حسن تعلیل به معنای زیبا بودن علت است. پس هر علتی نمیتواند حسن تعلیل باشد. مثلا در بیت زیر علت کاری بیان شده، ولی چون علت زیبا و ادبی نیست و دلیل آورده شده منطقی است، حسن تعلیل ندارد. هدیه ها میداد هر درویش را تا بیابد نطق مرغ خیش را. تو اون داستان توتی و اون بقاله یادتونه؟ اونجا اون توتیه که موهاش ریخته بود، پراش ریخته بود، این بقاله به این اون صدقه و خیرات میداد تا اینکه این توتیه دوباره به گفتن در بیاد. خب این که حسن تعلیل نیست، این واقعیه دیگه. پس خیلی درصد کم ضعیف ممکنه علت بیاد ولی علت ادبی نباشه. حروف که از، چون و غیره ممکن است معنای تعلیل نداشته باشند. اون هم از اون. خب این تست رو بزنید. 36 خورشید سوی مشرق از آن راه گم نکرد، که از روی همچو ماه تو هر روز نور یافت. خب این معلومه که از آورده، میبینی؟ یا از آن، اون که از، نه ببخشید یه لحظه حواسم پرت شد، از آن آورده. میگه از آن سبب، به آن سبب خورشید مسیرش رو گم نمیکنه که فلان. از چه شد شق القمر؟ اینم با حالت سوال مطرح کرده موضوع رو، میبینید
دانی ز شوق روی او، یعنی به خاطر شوق روی او ز هم آورده. بعض وقتا دو سه تا از اون عوامل میان، حروف و سوال و حروف تعلیل و سوال و اینها. دامن همت به دست آورد در این گلشن، که برای این که سرو طی راه عالم بالا به یک پا میکند. اینم داره. ولی سه میگه ما همین هفته برون رفت و به چشمم سالیست، حال هجران تو ندانی که چه مشکل حالیست. پیه اون علتی بیان نشده که بخواد حسنم باشه. 37 خب ببین، زکعبه داغ سیاهی چرا نمی افتد؟ همون گفتم سوال میپرسه. اگر نسوخته عشق لاله رویان است، میگه اگر کعبه سوخته عشق لاله رویان نیست، پس چرا این سیاهی رو بر نمی داره؟ حتما سوخته عشق لاله رویان است. مرا چو صبح به دست دعا نگه دارید، که روشن است جهان از نفس کشیدن من. خب اینم که میبینیم علت ادبی آورده. در بدای شب همانا خون گریست، روی خون آلود زان بنمود صبح. این تصویر رو نگاه کنید، این سرخی که با خورشید همراهه میبینی، خب چرا این سرخی وجود داره؟ وجود داره دیگه، بالا اشعه های خورشید یه اتفاق میفته. میگه نه، چون که هنگام شب ودا کردن با شب خون گریه کرده، به خاطر این دم صبح این سرخ رنگ و خون آلوده. این هم حسن تحلیله، اون یکی هاشو خودتون میزنید. خواهیم بریم اسلوب معادله رو کار کنیم بچه ها. آخرین آرایه امروز، ولی 5 دقیقه میخوام استراحت بدم به شما و خودم. پنج
5 دقیقه استراحت کنیم بیایم، از اینجا هم بیرون نرید. ببین سر 5 دقیقه من درس میدم ها، اگر نیومدی دیگه خودت مقصری. سر 5 دقیقه من شروع کردم، سر 5 دقیقه. خب بچه ها، یکی از آرایه های خیلی 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 مهم اسلوب معادله است. اسلوب معادله جز به آرایه های بدی معنویه، خیلی کنکوریه. جدای بحثی که توی مبحث آرایه داره بچه ها، اسلوب معادله توی مبحث قرابت معنایی خیلی کاربرد داره. الان چند سالی هست از ابیاتی که اسلوب معادله دارن برای قرابت معنایی استفاده میکنن. این رو باید خوب یاد بگیرید، این آرایه رو. میگه هرگاه شاعر برای تأکید و زیبایی آفرینی مفهوم یک مصرع را با حالتی تشبیهی در مصرع دیگر بیان میکند، بیان کند، هرگاه شاعر مفهوم یک مصرع بیان کند. در اسلوب معادله دو مصرع از نظر معنایی و مفهومی کامل و مستقل می باشند. این بچه ها از مهمترین شروط اسلوب معادله اینه، دو مصرع از نظر معنایی و مفهومی کامل و مستقل می باشند. هر مصرع ما کامل مفهومش، هر مصرع کامله، ولی آنچنان شباهتی بین آن دو است. این آنچنان رو میگم یاد آقای روحانی میفتم دیگه، میگه آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنم، ولی آنچنان شباهتی بین آن دو است که میتوان بین دو مصرع علامت تساوی قرار داد. یعنی اصلی ترین شرط دیگه اسلوب معادله اینه که این دوتا مصرع از نظر مفهوم یک چیز رو بیان میکنن با دو زبان متفاوت. یا جای دوتا مصرع رو ما میتونیم عوض کنیم، بین آنها لفظ همانطور که بذاریم. مصرع دوم حالتی تشبیهی داره بچه ها، حالت تشبیهی یا تأکیدی از مصرع اوله. حالا نگاه کنید، میگه دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست، مفهومش کامله. دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست. جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است، اینم مفهومش کامله. یعنی هر کدوم اینا رو شما میتونید پشت ماشین بنویسی، نمیدونم یه تابلو بزنی، یه قاب کنی، میتونی استوری کنی. دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست، میتونی بگی جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است، معنیاشون کامله. یا میگم دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست، همانطور که جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است. ببینید بچه ها اینجا رو نگاه کنید، الان این بیته میگه چنان سایه گسترد بر عالمی، اینم چنان داره. خب این الان مفهومش کامله این مصرع؟ نه. چنان سایه گسترد بر عالمی، مفهوم کامل نیست. الان این مصرع، اگر دو چشم تو مست مدام خواهد بود، خروش و مستی ما بر دوام خواهد بود. اینجا کامل شد، یعنی مصرع اولش کامل نیست. اگر دو چشم تو مست مدام خواهد، اگر دو چشم تو پیوست مست خواهد بود، خب چی؟ کامل نیست. مثلا توی این حسن تعلیل، خب
سر وزان پای گرفته است به یک جای مقیم. خب چی؟ کامل نیست. میگه سر به این علت یک جا مقیم شده که چی؟ کامل نیست. مثلا میگه بی سبب آن زلف پیچ و تاب ندارد. کدوم زلف؟ آن زلف کدوم زلفه؟ چی رو داره میگه؟ هنوز میپرد از شوق چشم کوکب ها. از شوق چی؟ به چه کاری؟ میبینی؟ هر مصرع کامل نیست. الان نگاه، به یک کرشمه که در کار آسمان کردی، به یک کرشمه که در کار آسمان کردم چی؟ کامل نیست. پس فهمیدیم این که میگیم یه مصرع معنای کاملی داره یعنی چی؟ میگه بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود. ببین من اسلوب معادله رو به 10 روش میخوام بهت یاد بدم. قشنگ ادعا میکنم که هیچ کس اینجوری کامل اسلوب معادله رو نمیگه. بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود. پسته بی مغز چون لب وا کند رسوا شود. اینجا نگاه، هر مصرع مستقله. هر مصرع ضمن این که میتونم اینا رو جابجا کنم، پسته بی مغز چون لبا کند رسوا شود، بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود. هیچ ایرادی پیدا نکرد، ولی من تو ابیات بالا نمیتونم که زالی نیندیشد از رستمی چنان سایه گسترد بر عالمی، اصلا نمیتونم اونا رو جابجا کنم. الان این بیته بیا میارم صفحه 38 که چندین گل اندام در خاک خفت، عجب نیست بر خاک اگر گل شکفت. اصلا جور در نمیاد. زان رو انان گسسته دواند سوار عمر، در هر طرف ز خیل حوادث کمینگهیست. نمیتونم برعکس کنم که بیند که شمع از زبان سوخته است، از آن مرد دانا دهان دوخته است. یعنی اون که ها زانا اینا انگار اضافی هست. مثلا توی حسامیزی اینا، خب یه ذره جلوتر، مثلا اینجا نگاه کن، که در خاطر نمی گنجد خیال ملک پرویزم، چنان بر صورت شیرین این دیوانه مفتونم. نمیتونم جا به جا کنم هر بیتی رو. میگه موی اندر شیر خالص زود پیدا میشود، همانطور که عیب پاکان زود بر مردم هویدا میشود. میبینی؟ ازم میدونم جا به جا کنم همانطور که بذارم. توجه، الان این نکته جالبه. میگه مصرع دوم در اسلوب معادله قابل فهمتر و محسوستر است. مصرع دوم در واقع شاعر بر مبنای تشبیه مصرع دوم را می آورد که مصرع اول بهتر فهمیده شود. میگه حسن بیان مجوی زما دل شکستگان، از کاسه شکسته نخیزد صدا درست. میگه از مایی که دل شکسته ایم انتظار قشنگ صحبت کردن نداشته باش. بعد میگه اینجا نگاه، میدونید اگر این لیوان ترک داشته باشه این صدا رو نمیده. یه روز من باید یه دونه این لیوانا رو یه ترک بندازم بیارم اینجا، وقتی درس میدم اینها محسوس‌تر باشه درس دادنمون. میگه حسن بیان مجوی زما دل شکستگان، میگه از مایی که دل شکسته ایم انتظار قشنگ صحبت کردن نداشته باش. بعد تو میگی آخه چطور؟ میگه ندیدی این کاسه ای که شکسته وقتی ضربه میزنی بهش این صدای خوب بلند نمیشه؟ میگی آها راست میگی، کاسه هم اگر ترک داشته باشه صدا رو خوب کاس نمیده، پس تو هم حق داری، دلت شکسته حالا الان خیلی خوب حرف نزنی. برید خونه امتحان کنید، یه دونه از ظروف رو یه ترک بندازید بشکنید و این ضربه رو بزنید، میبینید که این صدا رو نمیده، ولی اون که سالمه این فرکانس خوب اونجا میچرخه، این امواج
و صدای قشنگی بیرون میده. یه دونه نکته قشنگ دیگه میگه اسلوب معادله بر پایه تشبیه مرکب است، لذا در هر مصرع حداقل دو واژه وجود دارد که با دو واژه در مصرع دیگر تشابه و تناسب داشته باشد. میگه عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را. اون وقت مامانم سرم رو آره، میگه عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را، همانطور که دزد دانا میکشد اول چراغ خانه را. میگه این عشق هوش رو میبره، همانطور که دزد اول چراغ رو میبره چون راحت کارش رو انجام بده. عشق مثل اون دزد است و هوش مثل اون چراغ است. عشق هوش رو برده، دزدم چراغ رو میبره. صاحب مجو کدورت خاطر ز عارفان، غیر از صفای وقت در آینه خانه نیست. اینجا نگاه، عارفان رو داریم، اینجا آینه خانه رو داریم. اینجا میگه کدورت خاطر مجو، اینم میگه صفای وقت. میگه وقتی کدورت خاطر نباشه میشه صفای وقت دیگه. ریشه نخل کهنسال از جوان افزون تر است، بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را. اینجا نخل کهنسال مثل اون پیره، ریشه هم مثل اون دلبستگیه دیگه. شما دل به جای دلبستگی داری انگار اونجا ریشه دوندی. مرا کیفیت چشم تو کافی است، ریاضت کش به بادامی بسازه. خب اینجا چشم داریم، اون بادامو داریم. ببین تشبیه هم کرده دیگه، چشم رو به بادوم، چشم بادوم میشندید. مرا اون در واقع همون ریاضت کشه، میگه انگار من مثل اون ریاضت کشم، ریاضت کش به بادومی قانه است، پس من هم به چشم تو قانه ام. روشندلان خوش آمد شاهان نگفتند. تشبیه مرکب چی هست؟ تشبیه مرکب یه بحث مفصلی داره. اگر دوست داشتید یه ویدیوی چون نیم ساعت طول میکشه اگه بخوام وارد بحثش بشم، الان که اصلا انرژیش رو ندارم، خب یه ویدیوی میفرستم. حالا اونجا یه جلسه بود که اسلوب معادله رو توی یک ساعت درس دادم، خب یه ویدیوی میفرستم اونجا تشبیه مرکب رو درس دادم، خیلی هم قشنگه، میبینید و خندتون میگیره. بجز این فیلمه ازم بخواید اون ویدیوها رو هم بفرستم. اوکی، آقا یکی از ابداعات دیگه من توی اسلوب معادله، این الان ابداع منه، خب میگم به شما گفتن بین دوتا مصرع همانطور که بذارید، ولی من میگم ببین همانطور که یه جاهایی نمیتونه اسلوب معادله رو تشخیص بده، به جاش بیا بنویس چرا، سوال بپرس. اشک ندامت از سیاهکار را فزون، چرا اشک ندامت از سیاهکار را فزون، در تیرگی زیاده بود ریزش سحاب. به خاطر اینکه توی ابر هر چی تاریک تر باشه بیشتر بارون میریزه. آها، ز سختگیری دوران چه باک عارف را، چرا از سختگیری دوران عارف نمیترسه انسان عارف. ز قحط سال هما بینوا نخواهد شد، چون که تو قحطی ها هما آسیب هم نمیبینه، تو قحطی ها هم آسیب نمیبینه. شراب گرد کدورت نبرد از دل ما، چرا شراب این گرد کدورت رو از دل ما نبرد. چو دان سوخته باشد چه از سها باید، شما یه دونه ای رو برو بپز، گندم رو بیا بکار، در نمیاد، پخته دیگه از بین رفته، یعنی کار از کار گذشته. قطع امید کرده نخواهد نعیم در، چرا قطع امید کرده نخواهد نعیم در. میگه چون شاخ بریده را نظری بر بهار نیست. آدمی پیر چو شد هرس جوان میگردد، خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. چرا صورت نبست در دل ما کینه کسی، چرا تو دل ما کینه کسی نمیمونه؟ چون آینه هرچه دید فراموش میکند، به خاطر اینکه آینه هرچی میبینه برای همون لحظه است. اون من جلو آینه هم منو میبینه، میرم اون بر دیگه نمیبینه، یعنی فراموش میکنه. این چرا اینا، این خیلی بهتر، یه جایی همانطور که جواب نمیده. ببین اول این نکته رو بریم، اول این نکته خیلی قشنگه.
مستقل بودن معنای هر مصرع یکی از شرایط و اسلوب معادل است. بچه ها ممکنه ما الان این مثالایی که بالا رفتیم، من انتخاب میکردم یه سری بیتایی رو براتون میخوندم که معنی یه مصرعشون مستقل نبود، خیلی بیتها بودن معنی مستقل هم داشتن. اینجا رو نگاه کن، 38 توی این هستامیزی، الان نگاه این هستامیزیه، میگه باباد بوده همراه بوی تو در سحرگه، مستقله، بوی تو صبحگاه باباد همراه شده است، گلها بوی تو را شنیدند و خود را به باد دادند، این یعنی مستقله. مثلا جان از سکوت سرد شب دلگیر می شد، دل در رکاب آرزوها پیر می شد، این الان مستقل مستقله هر مصرع، ولی اسلوب نداره. میگه مستقل بودن معنای هر مصرع یکی از شرایط اسلوب معادل است و مشخص است که آنچه که لازم است کافی نیست، یکی از لازم هاست ولی کافی نیست برای اسلوب معادله شدن، شروط دیگه ای هم هست، یعنی فقط با همین مورد ممکن است بیت اسلوب معادله نداشته باشد، چنانچه بیت زیر در هر مصرع استقلال معنایی دارد ولی اسلوب معادله ندارد، زیرا مصرع دوم حالت تأکیدی و تشبیهی از مصرع اول نیست، دل در طلب خنده شیرین تو خون شد، جان در طمع لعل شکرخای تو افتاد، اینا هر مصرع مستقله اسلوب معادله نداره و خیلی هم بیت قشنگیه. این یکی مثال، آیا بیت زیر اسلوب معادله داره؟ بی تردد، یعنی بدون تلاش، بی تردد رفتن اومدن، تلاش تکابو تکاپو، دامن روزی نمی آید به دست، می کند با کاهلان این نکته تلقین آسیا، میگه بدون تلاش کردن روزی به دست نمیاد، این آسیا با این تلاشی که داره میکنه این نکته رو داره به ما میفهمونه. خب میگیم نه، اینجا اسلوب معادله نداریم، زیرا مصرع دوم مستقل نیست و صریحا به مصرع اول اشاره میکنه. اینجا که میگه می کند با کاهلان این نکته تلقین آسیا، یعنی این آسیا این نکته را، کدوم نکته؟ این نکته را که بی تردد دامن روزی به دست نمی آید، داره با کاهلان تلقین می کند. می بینی؟ مصرع دوم داره به مصرع اول اشاره می زنه، پس نمی تونه اسلوب معادله داشته باشه. این هم از نکته های قشنگ اسلوب معادله. حالا توی اون ویدیو کامله تشبیه مرکبم گفتم، خیلی جالب شده. حالا الان تست 59 رو بزنید. هر که دل پیش دلبری دارد، خب چی میشه؟ ناقصه، پس همین اسلوب نداره. ز طبع خسته من عذر خاموشی مپذیر، سخن گره نگشاید چو طبع بسته باید. چرا ز طبع خسته تو عذر خاموشی مپذیرم؟ میبینی؟ سوال میتونی بپرسی. نخواهد آتش از همسایه هر کس جوهری دارد، چرا هر کس جوهری داره از همسایه آتش نمیگیره؟ چنار از سینه خود میکند ایجاد آتش را،
اقبال خصم هرچه فزونتر شود نکوست. چرا؟ دشمن هرچی بیشتر قوت بگیره بهتره، چون فواره چون بلند شود سرنگون شود. یه نکته قشنگ دیگه هم بگم بچه ها، اینم خیلی جالبه. نگاه کنید ابیاتی که اسلوب معادله دارن، از این اولش میخوام بگم، یا فعل اسنادی آخرشون هست خیلی هاشون، خب، یا را. ببین، نیست، است، شود، می شود، را. دوست دانا می کشن اول چراغ خانه را، بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را. میبینی؟ نیست حالت اسنادی، حالا این نیستی که وجود نداردم هست، ایراد نداره، است و نیست و شود و باشد و اینها. نمی شود فعل اسنادی، میبینی؟ اینجا نخواهد شد، نیست، میگردد، الان میگردد فعل اسنادیه، الان اینجا میکند ایجاد آتش را، اسنادیه، بسته بود، اسنادیه، شود، اسنادیه. در کدام بیتارای اسلوب معادله به کار نرفته؟ ز سختگیری دوران چه با کارف را این که داشت؟ دلی که نیست در او، دلی که نیست خراشی در او زمینگیر است. چرا؟ چون زری که سکه ندارد روان نمی باشد. چه شد که از همه جا بوی درد می آید؟ زهر که می شنوم آه سرد می آید. این اسلوب نداره. حال دارید می کنید مگه نه بچه ها؟ در نگیرد صحبت زاهد به صافی مشربان. چرا صحبت انسان پارسا با آدم های داشت مشتی جور در نمیاد؟ زشت در یک دیدن از آینه روگردان شود. به این دلیل خب بچه ها خسته نباشید، میخوام که دو سه تا تستم داره اینا رو شما بزنید. آه یه دونه داره برای امروز کافیه. خوب بود بچه ها کلاس؟ راضی بودید؟ کماکان اون یه نقطه دو نقطه نمیدونم تو کلاس همینجوری و نمیدونم چی بهش بگم. خب بچه ها خداحافظ.